دعوته تاریخی که در طول چند سال گذشته به دنبال طرح همسانسازی این قبرستان یک سری هشدارها و اتفاقاتی رو داره رقم میزنه که به نظر میرسه این قبرستان تاریخی رو داره در معرض آسیب‌های زیادی قرار میده. لطفاً میفرمایید درباره این طرحی که از شاید یکی دو سال گذشته شروع شده و داره تقریباً بخش زیادی از این قبرستان رو به عنوان طرح همسدسازی قبور جلو میبره و معلوم نیست که قرار هست تا کجا جلو بره؟ خدمت عرض کنم که این اتفاق از اون سال 90 و 91 بود که بیشتر آسیبی که این مجموعه این قسمت که الان در حال طرح همسانسازی است دیده شد، اون زمانی بود که شبستانی که اداره اوقاف سال 91 شروع به ساختش کرد که خب میراث فرهنگی تا اونجا که توانش بود مقابله کرد، ولی خب این بنا بیشتر آسیبی که زد تو همون سال 90 و 91 بود که بعد از اون دوستان اداره اوقاف در صدد برمودن که مثلا گورستان‌های دیگه که مد نظرشون بود که یکیش امامزاده عبدالله بود واسه همسانسازی رو مطرح کردن که خب با مخالفت‌های میراث هم روبرو شد و حداقل کاری که ما تونستیم بکنیم این بود که اینا رو مجاب کنیم که یک طرحی رو که حداقل مشاور اون طرح هم آشنا به مثلا ضوابط میراث باشه رو معرفی کنن که سال 97 بود، برج 8 97 بود، باز دوستان اداره اوقاف بدون هماهنگی میراث اقدام به همسدسازی و آلات همسانسازی محل یعنی دور رینگ بقعه رو داشتن، دور بقعه رو داشتن که ما طی مکاتباتی که داشتیم اختارهای اولیه رو دادیم، بعد از طریق اداره کل با ریاست وقت اوقاف استان تهران هم مکاتبه شد و اونها رو ملزم به ارائه طرح کردیم که بعد از اون در کمیته فنی مطرح بشه و اعلام نظر بشه که باز میگم متاسفانه این تا بخواد این مسئله جا بیفته یک دو بار این مکاتبات صورت گرفت که بالاخره پس از کش و قوسی که داشتیم اوقاف با ارائه طرح از سوی شرکت امارت خورشید بود که طرحی رو برای ما ارسال کردن و در معاونت وقت میراث فرهنگی این طرح بررسی شد و ملاحظاتی که ما داشتیم حالا دوستان تو حوزه میراث داشتن طرح مورد تایید قرار گرفت، ولی که میبایست حتما این طرح با نظارت کارشناس میراث، یعنی باز هم اداره اوقاف حتما باید هر زمان که شروع به فعالیت میکرد باید این هماهنگی رو انجام میداد که ناظرین میراث باشن و اقدامات اوقاف رو از نزدیک مثلا رصد کنن و تا اونجایی هم که تونستیم. البته باز یکی از کار خوبی که اتفاق افتاد حداقل اون اتفاقی در امامزاده عبدالله بود پیش نیومد، بیشتر سنگ قبرهایی که حداقل اینجا بود تونستیم حفظ کنن و با توجه به اون طرحی که داشتیم جانمایی کنن در همون محلی که این قبرها وجود داشت. ولی بازم از نظر ما از نظر حوزه میراث، خب این نظر شخصی خودم هست یا البته خود میراثی هم بیشتر این نظر رو دارن که اون شکل و شاکله اصل اون گورستان برای ما بیشتر مهمه، ولی خب نظرات دوستان تو حوزه اوقاف میگم تسهیل امور زائرین گردشگران، حالا بحثی که من نمیدونم حالا اینا چه عنوانی میذارن این سطوح رو همسطح میخوام بکنن که خب این یک مقدار از اون تاریخی بودن این بقعه حتما کاسته خواهد شد، یعنی اون نمایی که بده نمای مدرن و تازه، ولی خب اون بوی و حال و بوی مثلا گذشته رو از این بقعه میگیره. فرمودید میراث فرهنگی حالا تو طول سال گذشته گویا موافقتش رو با یک بخشی از طرح اعلام میکنه، دقیقا با کدوم بخش موافقت؟ همون الان قسمت که الان شما میبینید، خب ما ضلع جنوبی بقعه در اصل اون سکویی که داشتیم، یعنی ما اینا مد نظرشون بود که اصلا اون سکو همه صاف بشه همسد بشه، یعنی هیچ پسی بلندی نباید باشه که ما تو اون طرح حداقل این رو دیدیم و جاهای دیگه هم تظاهرات لازم رو دادیم و مطمئنا بعد از این که این رینگ این قسمت تمام شه حتما باید باز با نظارت کامل و دقیق باشه و مطمئنا این طرح باز یه بازنگری خواهد شد، چون این دوستان به نظرم اون چیزایی که باید رعایت میکردن رو انجام ندادن. ما حتما بعد از این یعنی در صدد که سریعا نامه بازنگری طرح رو خواهیم زد، یا اگر اون طرح مورد تایید باز معاونت ما باشه حتما دوستان بدون هماهنگی مطلقا نباید اینجا کاری بکنن که دیگه این تغییرات که الان ما میبینیم شاید اصلا تا اونجا که من حسم اینو میگه
اونچنان که باید رعایت میکردن نکردن، ولی خب نمیشم از حالا همکارشون هم گذشت، خب اون چیزی که حداقل این سنگ قبرایی که داره قدمت بود رو حفظ کردم، ولی شاید جاهایی کوتاهی کردم، بعضی از سنگ ها خب قابل نگهداری نبوده، به قول حالا دوستان آسیب زدن یا شکسته شده، ولی بیشترش رو من الان خودمونم میبینم و اومدم بازدید کردم، بیشترش حفظ شده که مطمئنم برای توسعه ادامه این فعالیت شما نظرتون رو بیشتر خواهیم کرد و این هم در کمیته فنی حتما مطرح خواهد شد. میراث فرهنگی توی دو سه سال گذشته تجربه امامزاده عبدالله رو داشت. طرحی که از اول به میراث هیچ اعلامی نشده بود، بعد از اون خب حاشیه‌ها و دردسرای زیادی رو داشت تا اینکه حداقل از یک جایی به بعد حالا طبق چیزی که اوقاف اعلام کرد که قرار هستش اصلا اون پروژه دیگه اجرایی نشه، ولی به نظر میرسه که دارن به مرور طرح و جلو میبرن. حداقل با توجه به اون تجربه فکر میکردیم شاید از این به بعد قرار هستش یک هماهنگی بیشتری بین این دو تا نهاد اتفاق بیفته. چرا هیچ صحبتی نشد که الان باز هم برای ابن بابویه اون قبرستان تاریخی که این همه سر، به خصوص بعد از اون بحثی که برای ساخت مقبره شیخ صدوق داشتن، یه خورده هماهنگی و تعادله بیشتر بشه؟ شما درست میفهمید، ولی خب ما میگم اون تجربه که امامزاده عبدالله داشتیم خب منجر به شکایت میراث شد و بعدش خب بعد از تضامینی که اوقاف داد و بحثایی که شد که دیگه توسعه اونجا حتما باید با نظارت میراث باشه یا اصلا فعالیتی دیگه اونجا فعلا عملیاتی نشه، خب این خودش جای شوک داره که خب تو ابن بابویه حداقل اون اتفاق اونچنانی نیفت. درسته با ضعف تو کارمون داشتیم، ولی خب الان این قول رو میتونم به شما بدم که اداره اوقاف هم همکاری لازم رو خواهد داشت. خب بعضی یکی از مشکلات ما تغییر سریع تولیت ها تو بقاع متبرک است، یعنی تا ما با اون تولیت قبل که میان به اون هماهنگی برسیم، خب همش که نمیشه با ریاست اوقاف اون تولیت که اونجا است تا بخواد اون هماهنگی بشه بعد از دو سه ماه این تغییرات ایجاد میشه، اون طرف یه فکر دیگه داره، یه دیدگاه دیگه داره، خب این کارو برای ما سخت میکنه که اگر اینو دوستان تو اداره اوقاف مد نظر داشته باشن، واقعا این آثاری که در فهرست ملی به ثبت رسیده، ما قانونهای خوبی داریم برای جلوگیری از این فعالیت ها، خب این رو مد نظر داشته باشن که ما رو در اون مرحله قرار ندن که ما بخوایم که اتفاقات رو از حوزه مراجع قضایی پیگیر کنیم، چون من الان در حال حاضر با آقای صادق خوب ارتباط خوبی داریم، تلفن هم ارتباطه، ولی خب اینو ازشون خواهش میکنم که من بعد حداقل تو این بقا گورستان ها یا بقایی که ما تحت تملک اوقاف است و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و داره ارزش تاریخی و معنوی و مذهبی هست، این هماهنگی رو ازشون حتما میخوایم. ببین از فرنگی اعلام شده قرار هست این طرح تا کجا جلو بره؟ فعلا همین محدود است و اینا مطمئنه ما بقیه قسمت رو طی مکاتباتی که خواهیم داشت فریز خواهیم کرد تا باز اعلام نظر نهایی بشه، چون میگم اون چیزی که ما مد نظرمون هم بوده انگار بعضی جای اینجا رعایت نشده که حتما باید یک جلسه مشترک ما با اوقاف بذاریم که دوستان، البته خب میگم کارشناس ما از حوزه معاونت میراث و خود معاونت میراث در به صورت مشترک با اداره اوقاف بذاریم و این حداقل جلوگیری کنیم و از نه اینکه بگیم حالا ما میگم با بهسازی مخالف نیست، ولی بهسازی که با ضوابط میراث حتما ضوابط میراثش رعایت بشه.